استاد عزیز سوال کردن که زندگی کردن در کشورهای کفری چه حکم داره؟ از طریق فیسبوک بر ما رسید. این سوال دوست ما یک دو سال قبلم چند بار شده بود. بسیار دوستا هم در این برنامه صحبتم کردن و علما در این مورد حرفهای متعددی دارن. فشرده از او خلاصه از او ایست که اگر برای تحصیل میرهی، اگر ای برادر برای تحصیل میره از دید شریعت اسلامی در آنجا همیشه نمی باشه، بلکه تا یک مدتی که تحصیل میکنه و گرفتن اقامه برای ازی لازم است، در آنجا این مشکلی نیست. یک برای تجارت اگر میره ای برادر در آنجا یک مدتی تجارت میکنه و آنجا میمانه، ویزا میگیره و ویزا میزنه، پاسپورت و غیره، این هم شرعا کدام مشکلی نداره. اگر برای سیاحت میره که دستور فرمان الله هست که در زمین فسیروا فی الارض سیر کنید در زمین، گشت کنید در زمین، از دید شریعت اسلامی این رواسته. چهارم برای دعوت میره که آنها را بفهمانه، دین به آنها برسانه و آگاهی دین برای از آنها انتقال بده، یک مدتی در آنجا بمانه، این شرعا درست هست کدام ممانعتی است. غیر از این برای خوشگذرانی متوجه شدین، غیر از این برای نگفته نمانه که اگر مشکلی امنیتی داره مطابق گفته اول که آنجا میروه، دیگر کشورهای اسلامی ایره امن ندادن، پناه ندادن، جانش در خطر از در آنجا رفته، تا مدتی که این خطرات از بین میروه رفع میشوه، برای از این برادر اجازه هست. بعد از این که خطرات رفع شد بایدی در آنجا اقامه نکنه. برای خوشگذرانی، برای تعیش، برای پول به دست آوردن، برای مزدورکاری، برای رفتن در آنجا مشکلات خود داره. یکی از مشکلات های ازی اما مشکل ام خواهری ماست که به تعبیر خودی از برادر که میگه مسجد از خانه میبرایه، دو شو بعد میایه و میگه که ما اگر ازدواج من با شوهرم مربوطین، ما دمای یک دو روز یک دو شب شدی کار بکنم، دوام بتون به این کار خود، به این منکر و غیره و غیره. نمی پیامد ها اکثری از اینها الله نجات بده. جای خوبی هست، خیلی خوبی هست که یک دوستی ما در جرمنی زندگی میکنه، او میگه باور بکنین که تگ از وقتی آمدم شش ماه میشه و تکبیر اولای ما ترک میشده. وقتی در وطن بودم خیلی مشکلات داشتم، اینجا تکبیر اولای ما ترک نشده، نمازهای خود با اهتمام و پابندی ادا میکنم. اگر روی مزدوری کردن و کسب و کمایی و روی خوشگذرانی کردن به آنجا بره، و علمای کرام میگن که این نادرست هست، ناجایز هست، و این را دلیل بگیرن که ای کشور ناامن است، زیری به اصطلاح تحت صفر اقتصادی قرار داره، تحت صفر اقتصادش قرار داره، این مشکلات هست، جان ما در خطر است و غیره. خب 3 میلیون بیشتر در اینجا زندگی کرده روان است میگذره، بهتر است که اینجا خدمت شود، در اینجا ای باشه، این خوبتر و بهتر است برای از آنها. اما اگر او خطرات پنجگانه‌ای که عرض کردم یا او ضرورت نیازمندی ها باشه، باز کدام مانی شرعا نیست. بدون شک یکی از نمونه های مثال شما شب گذشته بود که یکی از بزرگوارا که نامش را نمیخوایم بگیرم در لندن هستند واقعا، و از الله عزوجل به نهایت شکرگزار بودند که در همون جا فرزندایی که الله بهشون نصیب کرده یعنی پابند به تمام مسائل اسلامی هستند و خودشان و فامیلشان که الله متعال برای همگان توفیق نصیب بکنه. بدون شک خیلی ها هستند، به این تعبیر نیست که همگی هر کسی که اروپا و غرب و امثال هم رفت کاملا خدا نخواسته از دین خود برمیگرده، ولی ما فامیل های داریم که با سند و ثبوت اقرار خودشان که الله بهشون توفیق مزید نصیب بکنه بر همه ما، یعنی در او جاها همچین یک زندگی رو واقعا که دارن.